ایرانی اغلب به جای هم به کار میره. این اصلا همچی چیزی نیست، اون معنی اصلا در ایران اصلا همچی مفهومی نداره. یه مفهوم فرا ایرانی داره که اونم برداشت اروپایی هست. همونطوری که ایونی ها یک تیره از یونان بودن که ما بهشون یونان میگیم، خودشون به خودشون چیز دیگری میگویند. ارمنی ها بهشون هوناستان میگن. اینا طبیعیه، همونطوری که ما به ارمنستان میگوییم ارمنستان، خودشون میگن هایاستان. گرجی ها به ارمنستان میگن سومختی. اینا متفاوت، نام به این معنا نیست که ما در ایران هم همین اصطلاحات رو به کار. ببینید، دقت بکنید برای جا اندازی یه سری مسائل که بیشتر همیه. اولا چیزی به نام آذربایجانی ما در ایران نداریم. ما آذربایجان شرقی داریم، غربی داریم، اردبیل رو داریم و زنجان حالا یا بخشای دیگه. ما هممیهنان آذری داریم، ما هممیهنان کرد داریم، هممیهنان عرب داریم. این اصطلاحات اینایه که برندا شفر و اون پدرخونده های رنگارنگش برنارد لوئیس و اون ستا یهودی اروپایی و اینا تو این کاران این واژه ها رو تولید میکنن و جا اندازی میکنن. ببینید، این برای کدواژه هایی مثل آذربایجان جنوبی، آذربایجان شمالی، نمیدونم کثیرالمله یا چند ملیتی برای ایران رو در جای جای این کتاب شما باش برخورد میکنید و خواهید دید که برنداش خط فکری برنداش شفر رو باش آشنا خواهید شد. خواهش میکنم اگه ادامه بدید سپاسگزار خواهم شد. هویت ترکی عنصری استوار و تجزیه ناپذیر از هویت آذربایجانی شکل میدهد. این کتاب همچنین نشان میدهد که فعالیت سیاسی آذربایجانی جنبه ای از انقلاب اسلامی ایران بوده و عدم توانایی انقلاب در برآوردن بسیاری از انتظارات آذربایجانی‌ها در مورد زبان و حقوق فرهنگی بر حمایت آنان از حکومت و هویت ایرانیشان تأثیر منفی گذاشته است. دقت می‌کنید همیانان گرامی، در واقع این کتاب حالا بخش‌های دیگه‌ش هم می‌خونید، با یه سری افرادی آشنا خواهید شد. این افراد با نقاب اسلام‌گرایی بیشتر، ولی در واقع کارهای پانترکیستی می‌کردن و شرکت فعالی داشتن برای از میان رفتن دولت شاهنشاهی در ایران و همکاری متقابل دار دسته خمینی با پانترکیست برای پیروزی انقلاب در ایران، پیروزی شورش 57. حالا بریم ببینیم یه چه تعریفی از ملت داره و میخواد با این تعریف به چی رو جا اندازی بکنه. سپاسگزار میشم اگه بخونید. یک ملت در مقایسه با گروه هایی که ملت ها بر پایه آنها قرار میگیرند بر عنصری از انتخاب و اولویت دلالت دارند. مردم دارای انواع هویت ها هستند: جنسیت، خانواده، قبیله، خاندان، گروه قومی، مذهب، سیستم ارزشی، لیبرال، کمونیست، زیست محیطی، ملیت، فرد، هدف. هدف هویت جمعی است، جمعی که فرد به آن دلبستگی بیشتری دارد. این عامل جمعی است که در هنگام مواجهه با فشارها بر حداکثر وفاداری ما حکم می‌راند. رویدادهای منفرد می تواند تأثیری عمیق داشته باشد و می تواند انتخاب هویت اولیه را تعیین نماید، در حالی که پیوندهای تاریخی غالبا در تعیین شکل‌گیری یک ملت تأثیری مهم دارند. هویت ملی می تواند تغییر کند، که غالبا می کند. به گفته رانان، یک ملت یک رفراندوم یومیه است. محققان دقت پوزش جان بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. محققان اغلب به پیوندهای تاریخی و ملیتهای متعارفی همچون ایرانی اشاره می کنند که بین آذربایجانی ها و فارس ها مشترک است، تا وجود هویت مجزای ملی آذربایجانی را رد کنند. با این حال روابط تاریخی بر انتخاب امروزین یک ملت فقط تأثیر می گذارند، آن را دیکته نمی کنند و شرایط جدید می توانند به اولویتهای هویتی جدید فرصت بروز دهند. مثلا روزها ببخشید اینجا رو من فقط پروانه بدید یه توضیح بدم. ببینید همینان گرامی، ایشون اولا میاد هویت‌های گوناگونی رو تعریف میکنه، بعد میرسه به اینجا. این خیلی مهمه. به گفته رنان، یک ملت یک رفراندوم یومیه است. یعنی چی؟ یعنی یک ملت نمیتونه الزاماً توالی تو به خاطر توالی تاریخیش الان هم حفظ بشه. نه، یک ملت از هر گونه عنصری که تشکیل شده باشه
او عنصرها میتونن در طی یک رفراندوم که اصلا میگه به گفته رنان میتونه هر روزه باشه، اصلا شکل خودشون هویت خودشون رو عوض بکنن. بعد در همین کتابم هم کاملا توضیح میده، میگه قبلا میگفتن ما مسلمانیم و ما ایرانی هستیم و ما نمیدونم آذری هستیم، الان مثلا میگن ما آذربایجانی هستیم. یعنی ببینید، خب منم به این خانم توصیه میکنم، خب پدر سوخته، تو امروز شما راه افتادین عین پوزش میخوام، عین این نمیخوام واژه بدی به کار، عین این ولگردا بی خانمانا راه افتادید تو افغانستان و پاکستان و آسیای میانه، دنبال یه چیزایی میگردید، 10 تا تیره گم شده توی نمیدونم 2000 سال پیش میگین گم و گور شدن، معلوم نیست کجا کدوم دوزخ دره ای رفتن از 10 تا از تیرهای برآمده از یعقوب. بعد میگی که اونا نه، اونا باید برگردن به هویت اصلیشون، اونا متعلق به اسرائیل هن. ما باید اینا رو پیدا کنیم، بغلشون کنیم، ماچشون کنیم، ورشون داریم بیارمشون اسرائیل. بعد یه ملت چند هزار ساله‌ای که توالی و پیوستگی تاریخی داره و به شکل طبیعی در گذر تاریخ عنصرهای گوناگون این ملت در کنار هم تشکیل یک ملت رو دادن، شما امروز اومدین دارین تعریف یک تعریفای آبدوخیاری مزخرف چندشاور صهیونیستی ارائه میدین برای که بخواید ملت ایران رو پاره پوره بکنی. شما ببینید همین الان من با این استانداردها و این تیخهای دولبه آشنا بشید با که چه کارهایی دارن با واژه‌ای مثل دموکراسی، فدرالیسم، خودگردانی، نمیدونم با این از این واژه‌ها دارن بهترین بهره برداری ها رو برای زمینه سازی و بستر سازی برای تجزیه ایران انجام میدن و ازشون بهره وری میکنن. یعنی شما ببینید اینجا داره این رو به اون خواننده، به ویژه خواننده همیانه آذری ما میخواد القا بکنه که بودن ملت نتیجه تصمیم به قول گفتنی اون یک جمعه. مثالم میاره، جنسیت، خانواده، قبیله، خاندان، گروه قومی، مذهب، سیستم ارزشی، فلان. خب یعنی شما هم میتونید این مسئله رو داشته باشید، در صورت که تعریفی که تاریخ و فرهنگ ما به ما میگه این که ایران ملک مشاه همه مردم ایرانه، همه درش سهم دارن، همینطوری که امروز حتی ما کلی بازرگان و مغازدار در مشهد داریم که از همیانان آذری ما، که همیانان گرامی آذری ما که از بلند شدن از اردبیل و زنجان و چه میدونم ارومیه و تبریز بلند شدن رفتن مشهد دارن زندگی میکنن. خب و در واقع اگر قرار باشه بخشی از ملت ایران بخواد دست به همچین کاری بزنه و همچین ماجراجویی از روی نادانی یا ناآگاهی یا تهدید و تشویق یا به هر صورتش، همه ملت ایران باید نظر بدن. اینطوری نیست که بر سر اونم من بحث دارم، ولی این گونه نیست که مثلا یه عده‌ای که پول زندگی روزانه‌شونو داره موساد میده، مثلا یه بخشی از این پانکوردا، اینا بیان تصمیم بگیرن مثلا من استان کردستان از ایران جدا بشه یا استان مثلا ایلام از ایران جدا بشه. نه، به این صورت نیست. این نه با دموکراسی که شما میگید البته تعریف میکنید همخوانی داره، با میهن پرستی، با فرهنگ ایرانی، با خیر عمومی یا همگانی و صحت و سلامت روانی اجتماع در ایران هیچ گونه همخوانی نداره و ملت ایرانی پروانه رو به شما نخواهد داد. این گونه همچین دموکراسی رو که منجر به آغاز نژادکشی و خونریزی و کشتار گروهی میشه و قارت اموال میشه رو ما میریزیم تو سطل زباله، درش رو هم خواهیم بست. این رو شما مطمئن باشید و شک نکنید. خطاب من به این گروه های تجزیه طلب است. اگه ادامه بدید سپاسگزار خواهم شد. مثلا روس‌ها و اوکراینی‌ها زبان یکدیگر را درک می‌کنند، هم مذهب هستند و از لحاظ تاریخی به هم وابستند. تا آنجا که اولین دولت روسی در ۸۶۰ میلادی در کیف تشکیل شد. با این وجود در قرن 19 و دقیقاً تحت سیستم شوروی، هویت‌های ملی مجزای روسی و اوکراینی در کنار هم رشد یافتند. یک ملت با انتخاب ایجاد می‌شود و باید به همین ترتیب تعریف شود. به نظر هوگ ستون باتسون، یک ملت زمانی هستی می‌یابد که تعداد قابل توجهی از افراد یک جامعه خود را یک ملت بدانند و یا طوری رفتار کنند که گویی یک ملت شکل دادند. لازم نیست که همه جمعیت این گونه احساس کنند یا رفتار کنند و همچنین ممکن نیست که درصد حداقلی از جمعیتی را
جز ما وادار کرد تا چنین وانمود کنند. وقتی گروه قابل توجهی به این باور برسند، دارای شعور ملی خواهند بود. وقتی گروهی احساس کند که یک ملت است، اعمال و مطالباتش مثل یک ملت خواهد بود. بنابراین تلاش‌های آکادمیک برای رد ملیت یک گروه معین با به کار بردن معیارها و تعاریف مختلف زاید است. این واقعیت که بچه‌های والدینی که ملیت‌های مختلف دارند چقدر هم همش داره اصرار به ملیت میکنه. بله دقیقاً پروژه است دیگه، پروژه تعریف شده. این واقعیت که بچه‌های والدینی که ملیت‌های مختلف دارند میتوانند هویت اولیه خود را انتخاب کنند نشان میدهد که هویت ملی گزیده شده است. اندازه نیز فاکتوری است که موقعیت یک گروه به عنوان یک ملت را تعیین میکند. بنجامین اکزین در مورد تشخیص یک گروه قومی از یک ملت مینویسد: نقطه‌ای که در آن گروه قومی وارد زمینه مورد علاقه ما میشود آنجایی است که از ابعاد صرفاً محلی پا فراتر گذاشته و در فضای سیاسی حائز اهمیت گردد. در این نقطه است که میتوان عنوان ملت یا ملیت را به کار برد. اندازه جنبه مهمی از این پدیده است. حالا شما تشخیص میدین برای چی این همه هم میهنان گرامی روی تشکیل احزاب قومی و تشکیل فراکسیون نمیدونم ترکان در مجلس جمهوری اسلامی چرا اینقدر تایید میشه، پافشاری میشه به جای احزاب سراسری؟ من دیروز به این پرداختم. همونطور که ما تو آمریکا حزب سیاه‌پوستان یا سرخ‌پوستان نداریم، من نمیدونم چرا تو ایران مثلا ما باید حزب مثلا دموکرات کردستان داشته باشیم یا حزب چه میدونم حزب پژاک و نمیدونم حزب کوموله و حزب وفاق الاسلامیه در خوزستان یا جماه یا گامو مثلا در همشون هم اندیشه های تروریستی دارن. سپاسگزارم. حتی ایالات متحده با داشتن اطمینان نسبت به باور ملی چند قومیتیش به نظر میرسد که مورد هشدار مطالبات تحصیل دو زبانه قرار گرفته است. میشه اون نوشته من کنارشم بخونید؟ و آگاهی نسبت به آسیب پذیری بالقوه در برابر تغییر در هویت ملی را نشان میدهد. به ایران میگوید کثیرالمله چند ملیتی، ولی به آمریکا میگوید چند قومیتی. پدر سوخت بازی از نوع صهیونیستی. ای بر پدرت لعنت، برنداش فر. خدمت رو عرض کنم که این برند و شفر خب چرا در رابطه با اسرائیل که الان چند ملیت توش زندگی میکنن اینو نمیگه؟ خب دیگه مرگ خوبه ولی برای همسایه دیگه. حالا ملیت افغان هست، ملیت ایران هست، ملیت عرب هست، ملیت عرب سوریه هست، ملیت عرب فلسطین هست، یهودی هم هست. خب اینا رو باید جدا کنن دیگه. باید الان همین یه چوسک کشور اسرائیل هم تجزیه شه، قشنگ تیکه پاره شه که هر کی ملیت خودش رو داشته باشه. حالا تو کلامتون ممکنه ادعا بکنن که اینا همه یهودیان و از فرزندان چه میدونم یعقوب و اسماعیل و ابراهیم و اینا و از تبار سامی هن. ما که توی اسرائیل از مو زرد و چش سبز و آبی داریم تا سیاه‌پوست آفریقایی، اصلا اینا از لحاظ نژادی هم با هم همخوانی ندارن، چیزی که برای ما اصلا مهم نیست در فرهنگ ایرانی، ولی اونا توی کتاب خودشون یک جا نوشته شده در فکر کنم در تنخ باشه یا در تلمود به یهودی ها ایراد میگیره یهوه، یعنی خداشون، چون خدا هم بیکار بود همش با اینا داشته حرف میزده و بهشون میگه چرا اینقدر نافرمانی میکنید؟ مگه من شما رو سیاه‌پوست آفریدم؟ خب ببینید دیدگاه اینا. برای همینه که امروز هم در اسرائیل بسیاری از یهودیان دید خوبی نسبت به یهودیان سیاه‌پوست ندارن، باشون حشر و نشر نمیکنن، حتی بعضیشون مخالف ازدواج یهودیان سیاه‌پوست با یهودیان سفیدپوستن و حتی بهشون خونه اجاره نمیدن، یعنی تا این حد. بعد این خانم صهیونیست، حالا نگم چی، ایشون اومده داره نسخه میپیچه برای هممیهنان آذری ما که ما دیروز با اون ویدیو تحقیقاتی هممیهن آذریمون پروفسور مازیار اشرفیان بناب که چند سال کار پژوهشی کرده نشون دادیم که بیش از 90% مردم ایران الگوی ژنتیکیشون ریشه در 10,000 سال پیش داره و بیش از 90% به هم شبیه، یعنی بیش از 90% ملت ایران از لحاظ ژنتیکی و تباری با هم یکی هستن، گرچه به زبانهای گوناگون سخن میگن.
بعد این خانومی که یه کشور درست کردن با نجات کشی فلسطینیا، دوشم پر از سیاپوست و نمیدونم چشم زرد و موسبز و موزرد و چشم سبز و آبی روس و اوکراینی گرفته تا یهودیان گندمگون و بعضن سبزه عراق و ایران و جای دیگه، این خانم میگه اونجا فقط یه ملت داره و ملت اسرائیله و ملت یهوده. آقای نتانیاهو هم در کتابش که حتی در عمان به زبان عربی برگردان شده میگه در اسرائیل یک ملت هست و فقط و فقط اون ملت یهوده، ملت اسرائیله، و قدرت تماما باید در دست ملت یهود باشه در کل اسرائیل. تمام شده رفت. مکرون مگه نمیگه یک ملتیم و یک زبان؟ تمام شده رفت. این نسخه ها رو برای ما میپیچن. سپاسگزارم. من دکتر جان قبل از اینکه بریم سراغ بقیه‌اش چند تا مطلب رو توضیح بدم. اول سپاسگزار میشم دوستان توی فیسبوک برنامه رو پخش کنن و با کامنت انگلیسی برنامه رو حمایت کنن، چون احتمالاً برنامه داره ریپورت میشه و یه مقدار مشکل پیش اومده. حتما دوستان توی کامنت این کارو انجام بدن. اما برگردم من چند تا مطلب بگم دکتر. تو صحبتایی که شما فرمودین راجع به تعریف این خانم برندا شفر از آفت الله شریعت مداری و این جانورش حسن شریعت مداری که حالا جالبه به قول جناب کماکون، نمیدونم این کی رفته تو برنامه میبودی لقب دکتری بشه. ما فکر فقط میبودیه که دانشگاه به هر، یعنی شما یه بز رو بفرستی تو تلویزیون میبودی میشه دکتر بز اینجوریه. حالا اینا نمیدونم این شریعت مداری که دکتر شده. حالا خیلی جالبه دوستان دقت کنید، وقتی ما میگیم گام اول برای نابودی ایران فرستادن ویروسی به اسم روح‌الله موسوی کشمیری در داخل ایران و مجموعه تیمش بود و گام دومش داره اتفاق میفته که نابودی ایرانه، شما برگردید نگاه کنید چه کسانی در سرنگونی حکومت 2500 ساله شاهنشاهی ایران نقش مستقیم داشتن. یکیش میشه سید حسین نصر، یکیش میشه همین آفت الله شریعت مداری و چند تن دیگه اردشیر زاهدی، قدرت الله همایون و امثال اینها. خب حالا بعد توله های همون افراد امروز زیر نظر برندا شفر دارن کار میکنن و دارن ادامه پروژه پدرانشون رو جلو میبرن. مثلا تو شما جریان فشار حداکثری، من تو برنامه گذاشته توضیح دادم پروژه فشار حداکثری که دولت ترامپ بر علیه ملت ایران به کار برد، هر کسی هم میخواد مخالفت کنه بیا من بهش ثابت میکنم، در 4 سال دولت ترامپ ملت ایران 500 برابر فقیرتر شدن. در 4 سال 500 برابر فقیرتر شدن. اتفاقا جمهوری اسلامی در 4 سال 500 برابر گردن کلفت‌تر شد، کما که الان دارید میبینید اورانیوم فلزی داره تولید میکنه. خب حالا جالب از خاویار و قرقاول و بوغلمون آقا هم خامنه‌ای هم کم نشد دیگه. کم نشد انگلزاده‌هاشون هم که تو سراسر دنیا دارن برای خودشون برید به پاش شروع میکنن. اختلاس هم اتفاقا چند برابر شد دکتر مهران، اختلاس های چند ده هزار میلیاردی هم بیشتر شد پولایی که اومد بیرون. خیلی از پولا هم که کشتی جمهوری اسلامی نفت میفرستاد برای ونزوئلا، آمریکا میگرفت کشتی رو بلوکه میکرد، بنزین و نفت گازویلش رو میفروخ، کشتی رو هم میفرستاد میرن. حالا این پول کجا میره؟ کجا میره؟ حالا بگذاریم، خواستم اینو بگم دکتر مهران که طوله های این جانوران مثل سید حسین نصر یا آفت الله شریعت مداری یا امثال اینها امروز دارن ادامه دهنده راه پدرشون. شما کافیه سرچ کنید تو تلویزیون رژیم اینترنشنال تیم فشار حداکثری کیا بودن. سرپرست این تیم فشار حداکثری ولی نصره. ولی نصر کیه؟ پسر حسین نصره. پسر حسین نصر. حسین نصر کی بود؟ دیگه دوستان میدونن تو داستان 57 این سید حسین نصر تازی داده چه نقشی داشته، یا همین حسن شریعت مداری و دیگرانشون. منظوری که این سناریو رو شما فکر نکنید که یه دفعه اتفاق افتاده، نه ریشه داره و روی این ریشه هم داره کار میشه. زیر مجموعه، یکی از زیر مجموعه برندا شفر کیه؟ حزب مشروطه فؤاد طفطفو و قدرت الله همایونه. باورتون میشه حزبی که مدعی میشه من حزب مشروطه پادشاهیم زیر مجموعه برندا شفر برای تجزیه ایرانه؟
ما اسنادش رو چطور میتونیم بدیم در آینده؟ یعنی اصلا من نمیدونم ما ملت ایران چه گناهی به درگاه ایزد اهورامزدا کردیم دکتر مهراد که سرنوشت ما گرفتار شده به دست این جانوران که رنگا به رنگم رنگ عوض میکنه. در داریوش همایون به کوروش بزرگ میگه دیکتاتوری که مفهوم بحث باز سیاسی رو نمیفهمید. حالا اون یکیش یه انگلی به اسم اردشیر زاهدی امروز در گذشت امیرارسلان افشار بود دیگه، روح شاد، ولی یک انگلی به اسم اردشیر زاهدی اخوان المسلمینی که نفوذ کرد در دربار ایران، امروز شما ببینید بعد از 42 سال میاد پول میده مقاله مینویسه در واشنگتن پست دفاع میکنه از سپاه تروریستی اورشلیم به اسم سپاه قدس در جمهوری اسلامی، میاد دفاع میکنه از جمهوری اسلامی. کی؟ کسی که سفیر کبیر ایران در زمان شاهنشاه در آمریکا بوده، کسی که داماد پادشاه بوده. شما میبینید امروز هنوز داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. حسن شریعت مداری و پدر دیوسش در 57 اومدن خلق مسلمان آذربایجان، مگه درست نکردم؟ خب همه خلق مسلمان یعنی ملت آذربایجان جدا شد. چرا توی انقلاب 57 این تجزیه اتفاق نیفتاد؟ خیلی ساده است، چون شما زمانی میتونی تجزیه رو جا بندازی و در دراز مدت بتونی ازش بهره ببری که زمیناش آماده کرده باشی. یعنی شما اگر یه قورباغه رو بندازی تو آب جوش میپره بیرون، اما اگر این همون قورباغه رو بندازی تو آب سرد بذاری زیرش رو شعلهش رو کم کنی، هر چقدر این آب داغ بشه این قورباغه عادت میکنه. کاری که بابا ملت ایران کردم. شما اگر سال 57 که انقلاب شد اسم تجزیه ایران میومد، ملت جمهوری اسلامی رو میبلعیدن، ملت میبلعیدن. اما امروز دیگه برای مردم مهم نیست، البته نه برای مردم داخلی، اون خیلی همشون مهمه، اما برای مردم تو ایرانی که در خارج از کشور نشستیم که الان دارید برنامه رو میبینید، چون براتون مهم نیست. میگید ای بابا حالا اینا یه چیزی دارن میگن، ولی یه چیزی دارن میگن. همین اتفاق در عثمانی افتاد، همین اتفاق در شوروی افتاد، همین اتفاق امروز درباره ایران تحت نام دموکراسی داره میفته. شما میبینید یه انگلی مثل شهرام شارلاتان میاد میشینه آقا گیر میدید اینا اومدن میگن ملیت های ایران، نمیگن فدرال. آقا آزادی بیانه. این آقای حسین بور، این آقای عثمان زرقندی، حزب تروریست دموکرات کردستان یا کومله یا دیگرانشون، اینا حق دارن در ایران. آقا چه حقی دارن؟ میخوام بهتون بگم دوستان، بفهمیم و بدونیم جلوی مسیرمون چیه. یارو حزب زده، حزب مشروطه ایران، بعد میاد از نامزد شدن حشمت الله تبرزدی تجزیه طلب در داخل تقلیه شورای اسلامی اعلام حمایت میکنه. آخه این آدم کجای دلش بذاره؟ فواد پاشایی میره توی کوزش، رو هم سخنتون رو میبرم، میره در شبکه وهابی که کارکنانش همه آموزش دیده مدرسه های اسلامی عربستانن و از کارمندان و مزدوران استخبارات عربستان هستن، فواد پاشایی رو دعوت میکنن، میره تو شبکه وهابی کلمه که اونجا هم ملیت گفته میشه، میره شرکت میکنه، بعد زیر عنوانش هم مینویسن فواد پاشایی نمیدانم از حزب مشروع، از حزب مشروع ایران. اصلا دکتر مهراد اون جلسه شورای مدیریت گراز در لندن زمین سازش همین اشتا حزب مشروطه بود دیگه، همین حزب مشروطه بود، همین فواد طفطفو و جانورانشون اینا بودن که حالا ما در ادامه بهش میرسیم. ببخشید سخن شما رو بود. من یه مطلب دیگه هم بگم، ببخشید دکتر، اینو الان یادداشت کردم، بعد یه توضیح بدم راجع به این جریان اسرائیل و کشور اسرائیل. ببینید دوستان، این صحبتی که ما داریم ازش الان مطرح میکنیم، فکر نکنید که قراره یه روزی پایتخت اسرائیل مثلا بشه کردستان، پایتخت اسرائیل مثلا بشه خوزستان ایران. نه، یک جریانیه که این جریان 100 سال پیش از یک نقطه‌ای که امروز اسمش اسرائیل توسط انگلستان آغاز شد. این جریان داره قسمت به قسمت به قسمت رو کاراشو انجام میده، که خود نتانیاهو توی معامله قرن گفت سیاست اون جریانه در اون کشورکه
اداره بشه. یعنی چی؟ یعنی شما امروز انگلستان رو در هند نمیبینید، اما هند مستعمره انگلستانه. شما امروز انگلستان رو در افغانستان نمیبینید، اما افغانستان مستعمره انگلستانه. شما حتی انگلستان رو در ایران نمیبینید، اما بخشی از حکومت جمهوری اسلامی نوکر انگلستانه. یعنی این جریان و اون ایده و اون اندیشه قسمت به قسمت کوچیک 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 میکنه، کاری که با قفقاز انجام دادن، با 17 شهر ایران انجام دادن. و اون جریانه جریانیه که میره به سمتی که یه روزی یه دولت مثلا فرض کنید ضعیفی هم در حکومت باشه و جرقش زده بشه و بکشه به جنگ داخلی. یعنی چی؟ یعنی اگر 100 سال پیش، 100 خورده ای سال پیش در زمان قرارداد ترکمنستان و گلستان، یا آره دیگه ترکمنستان چی بود؟ ترکمنچای و گلستان، اون روز اگر ملت ایران میشستن فکر میکردن که آقا این شهرهایی که داره از ایران جدا میشه برادر و خواهران منن که دارن ازم جدا میشن و فردا اینها روبروی هم اسلحه میکشن، شاید این اتفاق نمیافتاد. شاید این اتفاق نمیافتاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی 17 شهر قفقاز از ایران جدا شد، در طول این تاریخ که جدا شده، شما برید ببینید چقدر ایرانی کشی به دست ایرانی به دستور مافیا تو خاک ایران انجام شده. اونا خاک ایران بودن دیگه. یعنی اگر این چیزی که اینا میگن دموکراسی تجزیه طلب حق داره حزب داشته باشه، فردا کردستان ایران و آذربایجان ایران سر یه سری از این مناطق مرزی بین استانی مقابل هم اسلحه میکشن. یعنی ایرانی کشی توی ایران. و اینو کی این حق رو بهشون میده؟ دموکراسی. دموکراسی این حق رو بهشون میده. شما نمیتونی وقت مقابلش بیستی، چون اگر مقابلش بیستی همین سازمان های بین المللی که اتفاقا ابزار همین مافیا هستن محکومت میکنن. نه تنها محکومت میکنن، میشه مثل الان میانمار که جنرال های ارتش میانمار اومدن کشورشون رو تو دست گرفتن، کل دنیا دوباره مثل جریان مصر. آمریکا از اون ور تحریم میکنه، اروپا از اون ور تحریم میکنه، و کیانگ از اون ور تحریم میکنه. همون میانماری که این خانمی که نسرین ستوده ما هست، در حقیقت زمانی که وارد شد بالای 1.5 یا 2 میلیون حالا مسلمانن، اما انسانن در میانمار در دوره همین خانم کشته شد. نسل‌کشی اسمش دیگه. اما سازمان بین المللی، آمریکا، انگلستان، XYZ از اون خانوم دفاع میکنن. چرا؟ چون اون خانوم نماینده دموکراسی ایناست، مترسک ایناست. اما یه جنرال ارتش میانمار، یک میانماریست، یک جنرال ارتشه، یک وطن پرسته در حقیقت و مقابل مافیا میسته. اینا اون چیزاییه که حالا بعدا در ادامه بیشتر بهش میرسیم. ببخشید، بفرمایید. خواهش میکنم. زنده باشه، سپاس گذارم. خب بفرمایید دکتر جان، بریم سراغ همین کدبان کمالپور گرامی باید بزرگواری کند ادامه بدن. بله بله، از اونجایی که یه فرد غالبا بله فرد غالبا ازدواج فرزندش را با عضوی از گروه قومی خود ترجیح میدهد یا حتی بدان امر میکند، همان گونه که یک آذربایجانی ساکن تهران وقتی که میکوشید تا تفاوت بین آذربایجانی ها و فارس ها را توضیح دهد گفت: البته ما با آنها فرق داریم، آنها برنج میخورند و ما سبزیجات، آنها شعر می نویسند و ما ترانه می خوانیم. دقت کردی؟ جان الان اسم برندا شفر رو عوض کردین، گوشین دقت. آره. ببینید چه مثال های این جرسومه صهیونیست ایران ستیز میاره که میخواد بگی، یعنی اکثر کسانی که حالا این بهشون میگه آذربایجانی، مثلا یه آذربایجانی ساکن تهران میگه داره تو تهران زندگی میکنه، این همسایه اینوریش ممکنه کرمانشاهی، همسایه اونوریش ممکنه شیرازیه تو تهران، که از هر تیره ایرانی تو تهران هستن، میگه ما با اونها فرق میکنیم. اونها کیان؟ پدر سوخته. اونا برنج میخورن، ما سبزیجات. یعنی چی؟ یعنی هم میهنان آذری ما برنج استفاده نمیکنن؟ ببینید اصلا این کتاب رو باید ببخشید.
من بی ادبی نمیخوام بکنم، این کتابو باید لول کرد تا تک کرد تو حلقه این بچه هم، این تو دانشگاه تهران چاپ شده، یعنی من نمیدونم این رو باید کجای دلم بذارم. اصلا این توهین به کل ملت ایرانه. آقای منوچهر ساچمچی با نام جعلی منشه امیر میاد تو برنامه پیام رادیو پیام اسرائیل میشینه میگه من از واژه آریایی بیزارم و حالم به هم میخوره و اسرائیل باید مراکز اتمی و موشکی ایران رو بمبارون کنه، انگار فقط صاف میخوره اونجا، اونا فوت میشن میرن تو هوا، نه کسی کشته میشه نه آسیب زیست محیطی یا زیست بومی به همراه میاره. حالا اگه ما من که هیچ مشکلی با تبار سامی ندارم، ولی اگه ما گفته بودیم خدای نکرده ما از سامی ها بیزاریم، اصلا دسته سینه‌زنی را میافتاد که اینا آنتیسمیتیزمن، نمیدونم اینها نژاد ستیزن. یک نفر به این گفته منوچهر ساچمچی پسر یعقوب نزولخور با نام جعلی منشه امیر کسی هیچ کس اعتراض نکرد، فقط اینجا تو فقط تو رستاخیز بهش اعتراض شد، من جای دیگه ندیدم که من از واژه آریایی بیزار و متنفرم. و بچه‌م یه بیننده زنگ زد تو همون برنامه که رهبر ما رضا شاه دوم، ایشون گفت البته آدم رهبران بالقوه‌ای در ایران هستن که میتونن جریانات رو رهبری کنن. منظورش کی بود؟ منظورش دیگه حتما مشخصه دیگه، شعله سعدی و نمیدونم زیبا کلام و نمیدونم تبرزدی و که اینا هم همه تو شبکه شرم همایونن. سپاسگزارم، اگه ادامه بدی سپاسگزارم. بله خب، برندا شیفر تئوریسین جنگ قومی و برنامه‌ریز ایجاد شکاف‌های قومی و عمیق کردن آن، شکاف‌ها در راستای تجزیه ایران و نژادکشی تیره‌های ایرانی است، همانند آنچه در عثمانی و سپس ترکیه روی داد. من این تصویر رو بزرگتر میکنم که دوستان ببینن خودشونم. دموکراسی و دموکراتیزه کردن یک کشور میتواند بر هویت جمعی اعضای گروه ها در آن کشور تأثیرات پوزش میخوام متفاوتی داشته باشد. گاهی دموکراسی و پلورالیسم در جامعه موجب سازگاری اعضای جمعیت‌های مختلف، تقویت پیوستگی بین آنها و هویت‌های آنها به همان طریق میشود. در شرایط دیگر دموکراسی منجر به افزایش مطالبات افراد اجتماعات از دولت و افزایش احساس مشروعیت در تعیین سرنوشت گردیده و به این ترتیب وابستگی آنان به دولت موجود را ضعیف می‌کند. یک ملت اغلب در خلال زلزله‌های تاریخی برای تشکیل دولت فعال شده است، وقتی مرزها و ساختارهای دولتی عمدتاً به هم ریخته و فرصت تشکیل دولت به دست آید. دقت کردین هم میهنان من؟ یعنی دقیقاً من کنارش نوشتم رواج فهم پوپولیستی از دموکراسی، جااندازی و جااندازی آن از دید این خانم دموکراسی، یعنی هر کی هر چه دلش خواست انجام داد، آزادی نامحدود برای با آتش کشیدن یک کشور، یعنی هرج و مرج طلبی که گاهی منجر به نژادکشی هم میشود، مانند آن چیزی که در عثمانی و در شوروی هم اتفاق افتاد، نژادکشی کشتار ارمنیان در منطقه سوگاید و اخراج نزدیک به دستکم 400 هزار ارمنی از جمهوری ایران با نام جری آذربایجان. یعنی اینجا چی داره میگه؟ داره میگه تداوم سودمند جمهوری اسلامی تا آماده سازی بهره‌وری از بزنگای تاریخی برای تجزیه ایران. میگه دیگه در خلال زلزله‌های تاریخی، یعنی چی؟ یعنی بزنگای تاریخی مثل جریان عثمانی، بستر رو آماده میکنیم، جرقه رو میزنیم آتیش که بپا شد، خلاصه اون چیزی رو که میخوایم به دست خواهیم آورد. سپاسگزارم. مورخان ترکیب قومی زبانی مناطق شمال و جنوب رود آراز و مرزهای تاریخی آذربایجان را قبل موجهای عمده مهاجرت ترک‌ها در قرن دهم و یازدهم مورد بحث قرار دادند. بسیاری از منابع آذربایجانی‌ها ادعا می‌کنند که بیشتر جمعیت ترک و یا با منشأ غیر فارس بودند. منابع فارسی عموماً مدعی هستند که قبل از قرن دهم مردم عموماً فارس بودند.
این مناقشه از جانب حامیان ایدئولوژی های مختلف، ناسیونالیسم ایرانی، ترکیسم و ناسیونالیسم آذربایجانی بلا تکلیف مانده است. حامیانی که تلاش کردند تا مستندات تاریخی را دستکاری نمایند، تا حق آذربایجانی ها را در داشتن هویت معین یا عملکردهای معین توجیه یا انکار کنند و به عنوان پایه‌ای بر این مدعا که آذربایجانی های ساکن شمال و ساکن ایران از یک ملت نیستند. به علاوه بسیاری از محققان ادعای خود را بر پایه آثار تاریخی احمد کسروی قرار دادند که عقاید ایدئولوژیک و مقاصد سیاسی تحقیقات او درباره آذربایجان آلوده است. عجب مارمولکی ها، عجب. برخی محققان، من یک لحظه نبودم، چه چیزی شگفتی شما رو به بار آورد؟ نوشته به علاوه بسیاری از محققان ادعای خود را بر پایه آثار تاریخی احمد کسروی قرار دادند که عقاید ایدئولوژیک و مقاصد سیاسی تحقیقات او درباره آذربایجان آلوده است. حیف این کتاب که دول کن آدم بکنه تو حلقش های دکتر. برخی محققان تلاش کردند تا این ایده را از صهیونیست دیگه، دلش هرج و مرج و نژادکشی میخواد. من پیشنهاد میکنم شما یه کتاب در رابطه با تجزیه اسرائیل بنویس. ما حالا اینا همینطوری ادامه بدن دست از سر ما بر ندارن، فردا کشورمون از جمهوری اسلامی پس گرفتیم، ما باید کمک کنیم به یهودیان سیاه‌پوست، یهودیان مزراهی یا یهودیان شرقی که اینا شهروند درجه دو حسابشون میکنن، یهودیان سیاه‌پوست که در شهروند درجه سه هن. ما به خیلی ها باید اونجا کمک بکنیم اگه اینا با همین روند بخوان ادامه بدن. بهتر اسرائیل به دو بخش شمالی برای یهودیان شرقی و سیاه‌پوست و بخش جنوبی برای یهودیان افراطی و آدمخوار غربی و به ویژه اون دارالدسته اشکنازی تقسیم بشه. پیشنهاد من اینه. من هر به عنوان مجازات تو اشکنازی ها هم تمام این سران جمهوری اسلامی رو هم باید فرستاد لابلا اینا زندگی بکنن. منم این حکومت ها رو از همین الان به رسمیت میشناسم. درود باش. بله. برخی محققان تلاش کردند تا این ایده را از ذهن بیرون کنن که جمعیت‌های هر دو سوی رود آراز به یک ملت تعلق دارند. با این ادعا که قسمت شمالی رود آراز جزو آن اراضی تاریخی که قرن‌های متمادی آذربایجان نامیده شده نیست و مردم ساکن در این منطقه بخشی از همان مردم آذربایجان ایران نیستند. در دوره پیش از اسلام منطقه شمال با عنوان آلبانیا یا آلبانیای قفقاز و بعد از اسلام در سالهای 639 میلادی تا 643 میلادی با نام آران شناخته میشد، یا همون آران. خب ببین این تیکه رو بلا فاصله بعد از رد کردن منابع روانشاد استاد کسروی میاره، میخواد بگه این دیدگاه دیدگاه نادرستیه، در صورتی که اتفاقا دیدگاه کاملا درستی است و پای همه پژوهش‌های انجام شده میشه اثباتش کرد. سومین امواج عمده مهاجرت ترکان اوغوز به آذربایجان در زمان زمامداری سلسله سلجوقیان در قرن دهم و یازدهم باعث تشکیل اکثریت آشکار ترک گردید و اساس قومیت آذربایجان شمالی و جنوبی را یکی کرد. جمع بیشتری از ترکان طی زمامداری ایلخانان مغول در قرون سیزدهم و چهاردهم و در زمان سلسله های قاراقویونلو و آقویونلوی ترکمن در قرن 15 که پایتخت آنها در آذربایجان جنوبی و شهر تبریز قرار داشت به آذربایجان اومدن. شگفت دار. ببین به راستی، یعنی این میخواد چی کار بکنه؟ این الان میخواد بگه نه تنها از دید زبانی و فرهنگی شما با دیگر بخش‌های ایران تفاوت دارید، به همیهنان آذری ما میخواد بگه، میخواد بگه شما از لحاظ نژادی هم کاملا نامربوط با بقیه با دیگر بخش‌های پیکره ایران هستید. یعنی ببینید این دقیقا همون کثافتکاری که این نیاکان چند نسل پیش این در عثمانی انجام دادن، که برگشتن گفتن شما عثمانلی نیستید، شما ترکین، شما فرزندان بزرگ چنگیز و طغرل و نمیدونم یه مشتزی آدمخوارایین، ایرانی ها و عرب ها نسبت به شما نژاد پستری هستند و شما باید بر کل این منطقه از چین تا
به استانبول شما بتونید سروری و آقایی بکنید و ایرانی ها و عرب ها برده و زیر دست شما باشن. خب این دقیقا همینو داره انجام. ترک اوغوز چیزی که توی باکو داره تبلیغ میکنه که ما اوغوزیم. اوغوز کجا بود؟ حدود 90% دست کم 85 تا 90% مردم جمهوری ایران با نام جلی آذربایجان یا ایران شمالی، اینها تبار آریایی دارن، از تات و تالش و لزگیش گرفته تا نمیدونم اون آذریایی که اونجا زندگی میکنن و خب همتباران ارمنی ما هم که اونجا سالها زندگی میکرد، صده ها اونجا زندگی میکردن و 400-500 هزار تن بودن زمانی که اون کشتار ارمنیان در زمان یک سال دو سال پیش از فروپاشی شوروی آغاز گردید و اخراج ارمنیان. و من از شما خواهش میکنم، من برای که این تیکر یه چیز جالب به شما نشون بدم، ویدیو شماره دو رو اگه آماده بکنید، من زدم از آغاز تا 7 دقیقه ولی ما زمان پیدا نمی کنیم، اگه میشه از دقیقه 4 تا 7 جان چون ویدیوها رو دیروز نشون دادیم، من ویدیوها رو امروز آماده نکردم دیگه، ویدیوها رو دیروز همه دوستان دیدن. خب باشه اشکال نداره، فقط من یه توضیحی بدم. یک دختر باکویی هست به نام آیسل بختیاروا، یه چهره معروف فضای مجازی به ویژه اینستاگرامه. این خانم رفته آزمایش ژنتیک داده، خیلی هم از ایناست که میگه ما ترک اوغوز ترکوز بیز از ایناست. این خانم آیسل بختیاروا چهره بسیار زیبایی هم داره و میگه پدر و مادرم اصالتاً از ارمنستانن ولی ترک اوغوزن، ارمنی نیستن، ترک اوغوزن که اومدن به باکو. منم اینجا زاده شدم، من ترک اوغوزم، من آذربایجانیم، زاده باکو هستم. خب شما نگاه بکنید وقتی که این دختر پاسخ آزمایش رو میبینه، لپتاپشو باز میکنه که بخواد بخونه، اصلا چشاش میره تو پیشونیش، وحشت میکنه و هی میگه واو واو، هی اصلا رنگش میپره. این خانم درصد بالایش بیشتر نوشته اونجا ایرانی. این خانم تبار ایرانی داره، بعد میگه ایرانی، بعد میگه فارس، یه مقدارم کرد و ارمنی و یه چند درصدی داشته اونجا، میگه فارس یعنی پارسی و کرد و ارمنی به این صورتیشون براش زدن. ترک اوغوز کجا بود؟ امروز این دختر خانم آیسل بختیاروا بذاریش کنار یک زنی تو مغولستان، اصلا هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن و هیچ پیوند تباری و ژنتیکی با هم دیگه ندارن. من نمیخوام بگم من تأکیدی رو ژنتیک و نژاد اصلا ندارم، میخوام بگم که آقا جان راستش رو باید گفت، مردم اون مناطق و بخشای آذرنشین ما زبانشون در اثر یورش تیره های گوناگون ازبکی و نمیگم ازبکی، قرقویونلو و آقویونلو و مغول و نمیدانم تاتار و اینها زبانشون دگرگون شده، واژه هایی از زبان پهلوی در زبان آذری مونده که حتی در زبان پارسی هم نگه داشته نشدن اون واژگان. این دروغ ها چیست که به خورد مردم و به ویژه هم میهنان آذری ما میدین؟ سپاسگزارم. اگه ببینید ما این بخش رو هم سریع بخونیم بریم، فقط بخش های نارنجی و قرمز رو اگر بزرگواری کنید بس. چون زمان داریم کم میاریم. با اینکه ریشه های قومی بنیانگذار سلسله صفوی شاه اسماعیل مورد بحث قرار گرفته است، مثلا جمله هاش هم خیلی ناقصه، نگاه کنید نقطه کجاش تموم کرده جمله قبلی رو، این جمله رو علیکی تموم کرد. او از اردبیل برخواسته و یک ترک زبان بومی بود، همانطوری که اشعار به که به زبان ترکی آذربایجانی و با تخلص خطایی سروده شده گواهی می‌دهد. شعر شاه اسماعیل سرمشقی برای توسعه ادبیات آذربایجانی گشت، زیرا وی یکی از بزرگترین نویسندگانی بود که از زبان محاوره بهره برد و عموماً از به کار بردن لغات فارسی عربی اجتناب کرد. تنش ترک فارس از مشخصات سلسله صفوی به شمار می‌رود. یه تیکر رو من توضیح بدم. اولا شاه اسماعیل دیدگاه نمیدونم ترکی و پانترکیسی که اصلا اون موقع اصلا پانترکیس هنوز زاییده نشده بود به دست صهیونیستا و به دست انگلستان، و بعدش هم ببینید چی داره میگه، یعنی میخواد بگه به همیهن آذری ما بگه شاه اسماعیل هم ترکی سره یا ترکی پوره یعنی پاک استفاده میکرده. بابا کتاب تا سال 1910 و 15 در عثمانی هم بیشتر زبان عثمانی
عربی و پارسی بوده. امروز هم اگه واژگان پارسی رو، چند هزار واژه پارسی رو ما از زبان استانبولی بکشیم بیرون، اصلا اینا لال میشن. بعد میگه شاه اسماعیل از بکار بردن واژگان پارسی پرهیز میکرده. بعد ببینید نوشته تنش ترک فارس از مشخصات سلسله صفوی است. ببینید تو چند صفحه، ما صفحه 44 ایم، تا حالا 40 تا دروغ گفته. به متوسط صفحه یه دروغ، دو تا دروغ خانم داره پخش میکنه. خواهش میکنم بقیهش رو هم بگید دکتر. تا اینجا آره این صفحه، تا اینجا این صفحاتی که من خوندم خودش کل تمام کلماتش دروغ، فقط حروفی رو که نوشته واقعیت داره، از حروف فارسی استفاده کرده ولی کلماتش دروغه. چند تا فرتوره دیگه مونده؟ من فکر کنم فرتوره که شماست تموم شد. 7 تا دیگه از بخش 5 مونده. خب میخواین ما ببینید، فکر میکنم این اولی و دومیشو نخونیم، بریم شما دو صفحه بپرید برید جلوتر، که چون من نگرانم زمان، که من میخوام برم اون بخشای معاصر رو هم بخونم که اونا خیلی مهمن، اشاره به شریعت مداری و جلال آل احمد و ایناست و هماهنگی پانتورکا برای فروپاشی دولت شاهنشاهی. بله. در حکومت قاجار زبان ترکی رایج‌ترین زبان درباره ایران بود. حال آنکه خب اینو هم بپرید، ببخشید پوزش میخوام، اینو هم بپرید. بپرم منظورت اینه که ازش بگذرم؟ نه بله، من همون بود دیگه، ازش بگذرید. سپتامبر هزار بپرم؟ نه بخونید. سپتامبر 1946 پرچم جدیدی برای حکومت ایالتی آذربایجان تهیه شد و سرود ملی ایران نیز در این منطقه منسوخ گردید. آیا اشاره داره به دوره همون چیز بهش میگن؟ اشاره داره به دوره پیشوری داره اشاره میکنه. بعد صفحه بعدی هم بله. حالا اگه اجازه بدین من دیگه اینجا رو گزینش کنم خودم بخونم که سریع بریم جلو. بسیار عالی، بفرمایید. سپاسگزارم. ببینید حالا این به وقایع پیشوری میپردازه و میگه چی میگه اینو؟ 12 سپتامبر 1946 که حالا یه اشتباه تاریخش نیسته، دلیل که آذر 1125 دولت ایالتی آذربایجان توسط نیروهای ارتش شاهنشاهی سرنگون شد. بسیاری از اعضای کابینه پیشوری به علاوه شخصیت‌های فرهنگی با آذربایجان شوروی گریختند. بعدها فعالیت خیش را برای گسترش فرهنگ، آداب و رسوم سمبولیک خیش ادامه دادند. اکثر شعرای آذربایجان شوروی از اهالی آذربایجان ایران بودند. فروپاشی کانون خانواده‌ها، تبعید، مهاجرت آنها به آذربایجان شوروی عامل مهمی در شکل‌گیری فرهنگ، هویت و اصالت آذربایجانی‌ها در ایران داشت و این امر از تنفر نسبت به رژیم شاه ریشه می‌گرفت. اینم از شگفتی‌هاست. به خاطر این انزجار آذربایجانی‌ها حضور فعالی در انقلاب 79 داشتند. این گرچه تلاش می‌کنه که در این کتاب هی بگه آذربایجانی آذربایجانی، ولی یه سری چهره‌های محدود مشخصی هستند که بخشیشون دست پرورده اون دار دسته پیشوری بودن که فرار کرده بودن به باکو و با کاگبه همکاری میکردن و افرادی که با اینا در درون ایران در پیوند بودن به هر صورتی و نقشه هاشون رو از این طریق پیش میبردن. ببینید اینجا چی میگه. یکی از مهمترین آثار ادبی آذربایجانی که در سال 954 در تبریز منتشر شد منظومه حیدر بابای سلام محمد حسین شهریار است. شهریار در این منظومه هویت خود را به عنوان یک آذربایجانی متحد به وطن، زبان و فرهنگش نشان میدهد. حیدر بابا نام کویی در منطقه خوشکناب زادگاه شهریار است. ببینید میخواد داره روانشاد استاد شهریار چکام سرار رو هم داره مصادره به مطلوب میکنه. کدوم شهریار؟ همون شهریاری که میگه مهد زرتشتی و فرزندان تو پور ایرانند و پاکایی نژاد آریان. اختلاف لهجه ملیت نزاید بهره کس، ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان. گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نیی، صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان. بی کس از ایران به راه ناکسان از ره مرو، ای به قربان تو ای جانان آذربایجان. دیوان شهریار
پوشینه یا جلد یک برگه 200 و 300 میخوام 52. این شهریار رو کسی که اینو گفته که به اون مناطق آذرنشین ما میگه تو همایون مهد زرتشتی و تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو پور ایرانند و پاکاین نژاد آریان. بعد اینو ببینید چه تصویری از این ارائه میده. یعنی این کتاب یک جعلنامه است، یک جعلنامه است که از لابلای اون میشه یه مقدار از اون توته هایی که ملت ایران داره صورت میگیره و در سال 57 صورت گرفته رو کشید بیرون. اشاره میکنه اینجا به صمد بهرنگی و غلام حسین ساعدی. توجه بکنید به این موارد. یکی از مهمترین آثار صمد بهرنگی کندوکاوی در مسائل تربیتی ایران است. به در آثارش آذربایجانی هایی را که زبان مادری خیش را فراموش کرده و خواستار آسمیله شدن در فرهنگ قوم فارس هستند مسخره به سخره گرفته است. از جمله آثار میتوان با آقای چخبختیار اشاره کرد. وی شهروندان تبریزی را که والدینشان را با القابی چون بابا به جای کلمه آقا و دده صدا میکردن مورد انتقاد قرار میدهد. مسخره میکرده همیهنان آذری ما را که به پدرشون بابا میگفتن. صمد بهرنگی، مایسی های کوچولو. آخی بهرنگی بر اساس نظریه غلام حسین ساعدی داره ارتباط زبانی و قومی با آذربایجانی های شمال بوده. از اونایی که خوابن بیدار شن. صمد بهرنگی در ارتباط با باکو، اونجا هم که حلوا نمیدادن، مرکز نمیدونم خوشبختی و نمیدونم شور و شعف و شادی و ارضای روانی نبوده، اونجا چی بوده؟ اونجا کاگبه، اونجا طبیعتاً یکی از مهمترین مراکز کاگبه بوده چون با ایران مرز داشته اون بخش. آره خیلی دزدیدن، اصلا بردن. بهرنگی بر اساس نظریه غلام حسین ساعدی داره ارتباط زبانی و قومی با آذربایجانی های شمال بوده و رود آراز رو به عنوان مظهر جدایی دو ملت محسوب می کرده. پس از مرگ بهرنگی در رود آراز، جلال که اینم انداختن گردنش ها، بعد دقیقا گندش در اومد که ربطی نداشته، جلال آل احمد نوشت او در رودی شناور شد که مظهر جدایی یک زبان و فرهنگ به دو بخش می باشه. به این پدر جلال آل احمد پانتورک هم می رسید. غلام حسین ساعدی دوست و همرنگ همفکر بهرنگی، همفکر صمد بهرنگی، بارها در آثارش به وضعیت اسفبار ایران اشاره کرده بود. بین سالهای 1965 تا 66 گروهی از اندیشمندان آذربایجانی که از سوی جلال آل احمد حمایت می شدن، گوش کنید، در تبریز گروه فرهنگی تشکیل دادن. از فعالیت‌های این گروه می توان به تألیف فرهنگ لغات ترکی آذربایجانی و جمع‌آوری ترانه‌های آذربایجانی اشاره کرد. قراره به زودی هم یک فرهنگ لغتی همین از روی این پدرسوخته جلال آل احمد ایران ستیز الگو برداری کردن، یک فرهنگ لغتی رو میخوان رونمایی کنن در تهران یا تبریز، الان حضور ذهن ندارم، که اصلا فرهنگ لغتی که بخش زیادیش ربطی به زبان عامیانان آذری ما نداره و همش توش اندیشه های پانترکیستی دخیل بوده. جمهوری اسلامی هم مجوز چاپ داده. رضا براهنی، به این نام ها خوب توجه کنید. به رضا براهنی همونه که میگه سواک من رو بسته بود به پنکه، همینطوری که میچرخیدم به من تجاوز میکردن، بعد انگار متجاوز پرنده بوده. بعد رضا براهنی نیز آثاری در مورد هویت فردی آذربایجانی در ایران و همچنین سرکوب فرهنگی اقلیت‌های قومی توسط رژیم پهلوی نوشته است. کتاب آدمخواران به نام کتاب آدمخواران تاجدار. ببینید چه اصطلاحاتی. خب آها، براهنی خوب گوش کنه. این رضا براهنی همونیه که این آقای فلاحتی مال صدای آمریکا فرتودش از عکسش بغلش کرده داره آب لنبوش میکنه، داره بوسبارانش میکنه، ماچبارانش میکنه. دکتر جان قبل از اینکه ادامه بدی، دکتر جان ببخشید، قبل از اینکه ادامه بدی، همین رژیم اینترنشنال یعنی شاخه زیرمجموعه برند شفر، همین دو سه چهار روز پیش اتفاقا یک مستندی در مورد خاطرات رضا براهنی داره پخش میکنه. پسرش داره به قول معروف در کانادا، پسرش داره روایت میکنه، خود براهنی هم داره بازی میکنه. من یکی از شعراشو که آخه اینا شعر نبوده، اینا جفنگیات بوده، اینا میگفتن. یکی از شعراشو بعد از برنامه میرم کات میکنم میذارم دوستان توی کامنت. دکتر میدونی چی میگه؟ میگه گهگهولی گهگهولی هول هولی ملوبول الملولی گل مبولی گل مبول. بح 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 این وزنش باورتون میشه دوستان؟ برای اینا انقلاب کردن اینا.
چه خوش آهنگ. به جو آره میذارم. حالا حالا قاسمی روش نشد اصلشو بخونه الان. یک انچوچکی مثل محسن نامجو میاد مزخرفات اینا رو میگه. دیدی گوگل گوگل میکنه دوستان شنیدن دیگه. بله میکشه. اینا تمامشون توی یه مسیر دارن میرن. دوستان این کتابی که دکتر مهراد داره میخونه کتاب خانم برند شفره. خمیر مایه بسیاری از جریاناتی که شما به اتفاقا به اسم پادشاهی‌ها یا میهن پرست میشناسید خمیر مایش همین مزخرفاتی که الان دارید میشنوید. یعنی از این جرثومه‌هایی که نام میاره هر کیش زنده است هنوز داره باش کار میکنه با برند شفر دارن کار میکنه. حالا من با اوناش کاری ندارم، من با جلال آل احمد این دریاری کاری ندارم، من با جووناشو که حالا در ادامه ما بهش میپردازیم کار دارم. یعنی شما فکر کن حزب مشروطه قدرت الله همایون یا فواد توفتفو روی این اندیشه سواره. آی ملت، حزب مشروطه روی این اندیشه سواره. حالا بقیهشون بمانند، نوری علا بمانند، شریعت مداری بمانند که حالا همه رو بهش میرسیم. این اون چیزیه که رستاخیز سیمرغ همیشه میگه ریشه رو باید زد، شاخ و برگ و بشینی فایده نداره، اما ریشه رو که بزنی همشون خوش میشن میفتن. چجوری باید خوش بشن؟ شما ملتی که دارید این صدا رو میشنوید باید پخشش کنید، باید پخشش کنید تا همه بشنوند. حالا بعد از این برنامه ها برید برنامه های رژیم اینترنشنال همسال اینها ببینید چه میزه گردایی میذارن که بیان همین صحبت هایی که الان دکتر مراد داره از روی کتاب خودش میخونه رو رد کنن. بفرمایید. خواهش میکنم، سپاسگزارم از گفته هاتون، به هنگام و به جا هم بود، چون الان ببینید این جرثومه برانی چی میگه و به قول گفتنی این رضا براهنی خیلی خیلی مهمه، اصلا شگفت انگیزه. رضا براهنی توضیح میداد که چرا درباره احقاق حقوق اقلیت‌های قومی ایران تلاش کرده و چگونه فارسیزه شدن، ببینید از چه اصطلاحاتی رو جا اندازی میکنند، فارسیزه شدن هویت ملی وی را تحت تاثیر قرار داده. احساس میکنم که از سوی یکی از جنبه‌های هویتی ارزشمند خودم فریفته شدم. میخواهم دشمنم را که نظام کنونی ایران توی پرانتز رژیم پهلوی است بشناسم. صدایم را بالا میبرم، میکوشم تا پشت دشمنم را بلرزانم، دشمنی که تمام تلاشش را برای فلج کردن زبان مادری من انجام میدهد. من شمشیر دشمنم را به دست گرفتم، دشمنی که با تحمیل شرایطش مرا وارد جنگ ناخواسته کرده. سلاح‌های دشمنم زبان و فرهنگ اوست. ببینید رضا براهنی به زبان پارسی و فرهنگ ایرانی میگوید سلاح‌های دشمن. آخه پدر سوخته که تو هم کسی هستی که گفتی پنکه رو داشت میچرخید به من تجاوز میکنه. آخه کسی که داره با پنکه میچرخونن چطوری میتونن بهش تجاوز کنن؟ مگر اینکه متجاوز پرنده باشد. من شتربان هم که نمیتونه. شما خوندی داری دکتر سانسور کردن که اونجایی که میگه صدایم را بالا میبرم اینجا را اصلاح کردم، میگه صدایم را بالا میکشم، شلوارم را پایین میکشم و ادامه میدم. خب حالا احتمالاً چیز بوده احتمالاً. خب ببینید آخه رضا براهنی دروغگو، شهبانوی ایران رگه آذری داره، مادر شاهنشاه ما رگه آذری داره، داشت، روانشون شاد، روان شاهنشاه و مادرشون. بسیاری از بزرگان کشوری و لشکری در دوره پهلوی آذری بودن. ببینید اینها رو، چون کشور ما که الان که صاحبی که نداری که اگه این دروغا رو در اروپای آمریکا گفته بود به جرم زمین سازی برای درگیری نژادی تباری تا آخر عمر مینداختنش زندان. دیدید که باسکی ها، سرکردگان گروه های باسکی، چند نفرشون رو هم دیگه به نزدیک 100 سال زندان محکوم شدن. ولی همین کشورهایی که باسکی ها رو گرفتن و تحویل اسپانیا دادن، این راسیستا و شوونیستا و فاشیستا که از کشور ما فرار کردن یا رفتن اونجا رو میبرن تو مجلسشون میشونن به عنوان آزادی و دموکراسی نمیدونم اقوام فلان یا ملتهای فلان میشونن براش، بشونم زمان سخنرانی میدن، باشون میزه گرد میذارن. او میگه سلاح‌های دشمنم زبان و فرهنگ اوست، دشمن در تلاش است تا آنها را به فرزندانم بیاموزد.
سعی میکنم تا زبانم را که مورد تهاجم واقع شده از دست ستمگران نجات دهم. ساختار عمیق و گفتار زبان شناختی آن در برابر نظام خواهد ایستاد. منظورش در برابر دولت پهلویه. هر چند ساختار زبان ملتم تحت شرایط کنونی تغییراتی داشته و به روساخت زبان فارسی تبدیل